میگم این قضیه هم مثل بقیه چیزهای جهان نسبیه، ولی به هر حال اینم خودش یه راه شناخته. اینجا خونه اسماعیل و بهرامه، دو تا برادر ناتنی که قرار قصه شون رو براتون تعریف کنن. حتما بشینید و تماشا کنید، چون قصه شون خیلی باحاله، عجیبه ولی باور کردنیه. اینجا اتاق اسماعیله. به نظرتون چه جور مردی توی این اتاق زندگی میکنه؟ و این تصویر خود اسماعیله، یک آدم افسرده و تنها، آدمی که نه امیدی داره، نه آینده‌ای و نه رویایی. این اتاق بهرامه، برادر کوچکتر اسماعیل، که تو رویایی بی پایه و اساس غرق. و اینم تصویر بهرام قصه ما. چرا چی کنی؟ بهتر برگردیم به امروز صبح، چون قصه ما تازه از امروز صبح شروع میشه. اینجا نه، یکم عقبتر. جام الان به من تذکر دادن همینجاست، عقبتر نه. سلام، چه خبر؟ عیبت نمیگم، پشت در رو واکن. چه؟ کدوم در؟ چند تا در داریم مگه؟
بابا دو تا در داریم دیگه، در خونه در مغازه. تو الان کدوم در رو به من داری میگی؟ در خونه رو نابغه، پشت در خونه رو واکن. بابا من الان خیلی وقتی که بلند شدم اومدم تو مغازه. دارم اینجا خیلی خوب، خیلی خوب. الو الو اومدم. اومدم بابا، اومدم. سلام قسمت. چی میگی دست تو گشتی رو زنگ اول صبحی؟ ماشینتون دوتا کوچه بالاتره. ماشین من؟ بله. ماشین من که هفته پیش دزدیدن که. میدونم، اما الان دوتا کوچه بالاتره. مطمئنی؟ آره خودم دیدمش. تو رو گفته باشی پوستتو میکنم. میدونم، بیا بریم، اگه نبود هر کاری میخوای بکن. آهان ببخشید، یک چیز مهم رو فراموش کردم. نقطه شروع قصه ما همین ماشین پیکانه. مجبوریم برای اینکه قصه پیکان رو بگیم به چند سال قبل برگردیم. ای خدا، از که تو کل افتادم. من فقط اجاره همین ماه همون میخوام. به اون ماه هم که بابت اجارت مینالیدی. بده اون صندلی رو. اون ماه هم فقط اجاره همون ماه ازتون میخواستم، چیز زیادی نخواستم. خب حالا اگه اجاره این ماه تو دادم، تشکر میکنم ازت. اجاره ماه بعدت چی میشه؟ بازم خیلی بیشتر تشکر میکنم ازت. بده اون صندلی رو. ها، پس بنات اینه که تا آخر عمرت فقط تشکر کنی از من. چاره دیگه هم دارم، مادرمی به حس زیر پاته، مجبورم، میفهمی؟ نه جونم، به جای تشکر کردن برو به گرده کار درست درمون پیدا کن. برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست. نه کار، این تیکه دومش همیشه غلط میگه ماما. برو به کارت، بیا ببینم. برش من میگم شوهر بودن خودش کار دیگه، وگرنه من با این جسم ناتوان، تن رنجور، مگه میتونم هم کار بکنم هم شوهر باشم؟ چه خبره مگه؟ بهت بگم آ، تو این سن و سال من دیگه جون این که دو تا خونه رو بتونم با هم اداره کنم و ندارم. خب کمره در بیه، سرشو بگی. پس کارگر برای چی آوردی ماما؟ سلامت باشی. ببین اصلا من بر تو زنگ گرفتم بعد که یه تکونی به خودت بدی. خب چه کاری آخه؟ نفهم، از همه اول تکون میداری، چرا زنگ گرفتی؟ تکون داده خیلی راحته. نگاه. و این گونه شد که مادر اسماعیل تصمیم گرفت به جای ماهی، ماهیگیری در اقیانوس پر ترافیک تهران رو به اسماعیل یاد بده و براش یه پیکان خرید. رودکی سرسبیل سابق سنفر حرکته. کجا میری آقا؟ سرسبیل سنفر حرکته. اسماعیل یه چند وقتی از این پیکان نور خورد تا اینکه یه شب سویچ رو تو ماشین جا گذاشت و ماشین رو دزدیدن. قصه دزدیده شدن پیکان اسماعیل اصلا قصه جالبی نیست. از بزرگتر از اسماعیلش هم که دزدیدن قصه جالبی از آب در نیامده، اما قصه پیدا شدن پیکان اسماعیل خیلی جالبه. خطر تو انداخته بودی؟ آره. مطمئن تو بسی چی ماشین رو هر رو خطون نزید؟ علیه بخشی یاده یه کاری کرده. راست میگه این ماشین؟ لخ کردم ماشین رو، ماشین رو لخ کردم. آقای ماشین مال شماست؟ جان؟ ماشین مال شماست؟ قابل شما نداره. ماشین اینجا پارک کردی؟ چیکار کردن؟ ماشین اینجا پارک کردیم ماشین رو. پارک کردم؟ بله. چجوری این چه کجاش پارک کردم؟ چجوری پارک پارکینگ مگه؟ اینو پارک نکردم عزیزم، اما چجوری اینو پارک میتونم؟ مردش داری چهره محله به هم زدی، ترسده هم سواره در بردی. من اصلا دو روز از این ماشین خبر ندارم. چی؟ ما حالمون نیست، ما خودمون این کاره ایم. چیکار؟ دوربین کار گذاشتم دارم میفهمه. چیکار کردی؟ شب بشم یه چی لاستیکات رو می‌کنی برمی‌داری میری؟ من؟ بله شما. من لاستیکم. چیزی جاساس کردی؟ دوربین مخفیه؟ بله.
آقا ماشین رو برده برو. اونه بسه دوری آقا ماشین رو برده برو. چیکار کنم؟ ماشین رو برده برو. دوری مخفی آجی؟ نه خیلی ماشین رو برده برو اینجا. چه جوری بردارم اینو ببرم؟ این جرثقیل باید زنگ بزنه. زنگ بزن جرثقیل بیاد بره. من زنگ بزنم جرثقیل. آخه موبایلم شارژ نداره. تشریف دارن روشن میکنم. چیکار میکنی؟ زنگ میزنم بسازم. 110 واسه چی؟ مزاحمت آقا، مزاحمت نکن. صبر کنم والا حلش میکنم. زنگ نزن، شلوغش هم نکن. انا خودم زنگ میزنم رفیقم بیاد. هرس نخورید. الو، سلام قابیز. کجایی؟ آها بودو اینجا بودو بودو خدا حافظ. الان تکلیف تو روشن کنم، هرس نخوری. والا شبکه چنده؟ شما مجری تلویزیون نیستی؟ معلوم میشه. چرا؟ فکر کنم مجری ها دیدمت میگم قیافت و خیلی معلوم میشه. آقا شبکه چند؟ خیلی برنامه هاتون قشنگه. ساعتی چیزی صبح بماشی جناب سرهنگ میومد دنبال صبح صبح علک طلو میرفتن سر و صورت و روش سبیل جناب سرهنگ رو میزدن. جناب سرهنگ میرفت سرباز خونه. بیشتر کاراشو سرهنگ با من مشورت میکنه. از قدیم گفتن سرهنگ پشتم دست من خاطراتی دارم که اگه همه رو بنویسم یک کتاب میشه. اینو من چجوری بزنم؟ فشنش میدید تقریبا اصلا همین فرشنش شهرارا و بقیه شهر کنم نبید فقط خواهد فرشنش میکنم بس. آره برکم میگفتی برو این برا خونه بساز و سکنا بکن یا مغازه بساز برام فرشن میکنم. از مرکز شهر دوره، وسیله نقلیه نیست. بخش این را بگیرید و امنیت نداره. ولی الان بخشم به این موسا من اومدم که دیگه استعفامو بنویسم تمام بشه بره. میخوام استعفا بدم دیگه. رفت استعفا؟ دیگه بله دیگه. چرا استعفا؟ این روزا اونایی که باید استعفا بدن استعفا نمیدن، پشت گوش میندازن. شما چرا میخوای استعفا بدی؟ برای چی؟ من اصلا کاری ندارم. اون کسایی که میخوان استعفا بدن میخوان استعفا ندن، اصلا به من هیچ اعتباری ندارم. من خودم میخوام استعفا بدم. با دیگه خسته شدم دیگه. من شما نگاه کنیم، من قشنگ 3 تا مدرک بین المللی آرایشگری دارم از مدرسه های معتبر سراسر کشور. بله. بعد رفتم من یه دوره فشرده کامل آرایشگری در سطح قاره و بین الملل یاد گرفتم. پس برای چی؟ 102 روش کوتاهی مومم فقط بلدم که چجوری موها رو کوتاه کنم. بله. من انواع اقسام کار کردم با تیغ، قیچی، برس، شونه، سه شوار، دو شوار، یه شوار، من همه اینا رفتم یاد گرفتم. ولی بلند شدم اومدم کجا؟ اینجا. خب اینجا به چه درد من میخوره؟ بخشیدا با من تمام اینم دیگه نمیخوام، استعدادم داره به هرز میره، نیروی جوانی من فنا شده رفته، اصلا یه به هیچ دردی من نمیخورم. یعنی من باعث فنا شدن استعداد و جوانی شدم؟ بله، یعنی غیر مستقیم دیگه. بله دیگه باعث شده که مخواه. بخشید اینجوری میگم، من الان حرف اول بهتر از اون چیز آخر باشه. شما الان میگید که فرستایید اصلا اینجا من ماشین رو کوتاه کنم؟ از وقتی که اومدم هر کی میاد یا مثل این آقا سم واسید یا اینکه بچه مدرسه ای میخواد که کچل بشه، یعنی تو مدرسه ما میان اینجا بچه ها ماشین رو کچل بشن که میان مدرسه. آخه بعد اصلا من نمیدونم دیگه پس این 102 روشی که من یاد گرفتم کی بکنم یه بابا هیچ وقت. شما اگه یه مقدار صبر بکنی همین بچه مدرسه یا بزرگ میشن، وکیل میشن، وزیر میشن، سفیر میشن، بازیگر میشن، هنرپیشه میشن، میان پلوت سر صورتشون رو اصلاح میکنی به سلامت میرن. چون صبر کنی زغوره حلوا سازی. آره باشه. بله صبر خوبه، آینده مال شماست. جوانی ما که رفت پشت سرش هم نگاه نکرد. کجا این جوانی که یادت بخیر؟ بسا پس دیگه ما بریم الان سر این آقا رو کوتاه کنیم. دیگه اصلا پستم سر دفعه رو چون میزنی سر تلویزیون؟ تلویزیون چه گناهی کرده؟ بخشید برو ما بریم که دیگه به سلامت زنده باش. باش
کار ما اصلا این آقا این چیزا رو آدمایی که فشن میتونه باشه. رفیقت هایی؟ نه بابا همکاری. سلام علیکم. سلام باش بیتی. خوبم رفیقی. میخواد بفروشه؟ آره. چند؟ چند؟ چی چند؟ آهنگ و رازه. اینه که من نمیفروشم قربونت، من با این ماشین خاطره دارم. سرکاری؟ نه بابا. شما خود چند برمیداریم؟ 150. 150؟ 150 تا فقط پول لاستیکاش. پول لاستیک. لاستیکشو بنداز 200 ازت برمیدارم. 250 خیرشو ببینیم. 150. 200 خیرشو ببینیم. 150 حرف مردی. 175 دیگه تهش میفته. 150. 150 خوبه دیگه، خیرشو ببینیم. بده 150 بدون شانس داشتیم. سلام پنجوگر رو میده دیدی تو داری که دست در نکنه داشت میگی شب میام میبرم. عمو جان، آقا جان، پدر جان، نمیشنوه، داد بزن، سمعت نداره. باشم عمو جان. داد بخش جان، چه خبر؟ آقا ما قشنگ با ضربین روی سر شما رو نگاه کردم، دیدم که هیچ مویی برای اینکه ما بتونیم به اصلاح شب بخیر خوابید. میذارم که این دورا با این خوبه. هرچی کچله تو این دنیا نگاه نصیب منه. فقط مخلص آقا تابا بهبه. سلام. نه چه چون حیاندن چخفتو که ببینم مهربان آلوستان. میگم چه عجب آفتاب از کدوم طرف در اومده که اینقدر مهربان شدی؟ مگه همیشه از کدوم طرف در میاد؟ اصلا اومدی شهر سوال داری میپرسی شما؟ بیا خوشحالمون بکن، این حساب داشتم تصفیه کن. من خودم در به در دنبال یکی میگردم خوشحالم کنه تو این وضعیت. توماری شده ها. میدونم بابا این پسر اصلا آدم ناجوریه. خدا رو خوش میاد که 6 ماه نسیه برده تا حالا پولش نیاورده بده. نده بهش قربونه. خب با این وضعیت کارکاسب کسادی که شما داری واسه چی نسیه میدی؟ بابا اگه آسمان اولدی دمزدش تاوان قرداشتارمون اولدردی. اگه گشنگی مرد نمیگن داشهای تاوان اینو کشتن؟ خب اینو از اول بگو. نه شما ماشاءالله انقدر این منور تهران مغازه رو که میخواد ببینم شما رو بگو یکی داشتم اون یکی کچله هست شما نه اون یکی حالا در حالا چی میخواد؟ چی که برداشت یکی سا همه دارم تو خواهم باش یا اصلا هم خالباس بگیم اونجا ساش یا هم نمیبرش این بزن نسان برم
اسماعیل و بهرام یه رسم داشتن، جنس های نقد رو اسماعیل میخرید و نسیه ها رو بهرام. برای همین اسماعیل هر شب به این شکل به خونه برمیگشت. و بهرام حیوانی به این شکل. بهرام! بهرام! اینه با این حساب تو دستی کن! بچه هم آدم یا ها؟ من بگم یا بردارم کامان بدم. بهرام خیلی تلاش کرد تا این رسم دیرینه رو وارونه کنه، ولی از پس اسماعیل بر نمی اومد. بهرام یه چیز رو خوب میدونست، از پس هر کی بر بیاد از پس داداش بزرگش نمیتونه بر بیاد. بله برای اون شاخر بهترین تفریح اسماعیل و بهرام این بود که شبها توی ایوون کنار هم لم بدن و به رویهاشون فکر کنند. هر کسی یه رویایی داره، آدم ها رو از رویاهاشون هم میشه شناخت. مزه شیر خشک میده. توی دیگه ایسی جان رویای منه؟ از چه شکلیه؟ اینجا رویای آدمایی که رویایی ندارن. آدمایی که رویا ندارن مردن. از این بعد هر وقت رفتی خرید کنی قشنگ نگاه کن ببین تاریخ مصرفش مال کی. نگاه کن میخوری؟ چی میشد مثلا یکی میمد در این خونه ما رو میزد میگفت بهرام خان؟ بله خودم هستم.
شما یه عموی گمشده ای داشتید، به تازگی مردن، ولی 100 میلیون تومان برای شما ارث گذاشتن. واقعا؟ برای من؟ چرا این همه؟ دستی شما درد نکنه تا اینجا تشریف آوردید. من ازتون ممنونم، خیلی ممنون. از همه تون ممنونم، از شما، از عموم، از ازرائیل. جانم سلام، کارگر شهرداری هستم، لطفا ماهیانه ما رو بیارین. بابا الان 2 هفته مونده حالا تو ماهیانه. چی ماهیانه؟ ماهیانه آشغالاتونو بیارین دمه در، لطفا ماهیانه ما هم بدین. آشغال نداریم. اسماعیل صدای تلفن ساعت 9 رو خوب میشناخت. گوهر خانم، مادر اسماعیل و نامادری بهرام. سلام، صبح بخیر. حسرت به دل موندم یه بار خودت بیدار بشی، نه اینکه من بیدارت کنم. من کی بوده بیدار شدم؟ داشتم ورزش میکردم. عجب، اون وقت چه ورزشی میکردی؟ دوی با مانه. اون مانه نبود که ادوش پریدی، اون کاسه پوست تخمهات بود که ندیدی با کله رفتی توش. دوربین مخفی گذاشتی اینجا؟ نه خیر، حس شیشم مادرونه است. شنیدم تونستی ماشینتم داغون کنی. بله، چه خبر، زود میرسه بهتون. لابد پولشم زدی بتا. نه بابا، کی قراره تو یه تکونی بخوری یا تصمیمی برای زندگیت بگیری یه نظمی بدی؟ همین الان داشتم عملیش میکردم که تماس گرفتین دیگه. من که میگم بی خبر من و خودت عملی شدی رفته به کاری. مامان اسماعیل، یه تکونی به خودت بده، عمرت داره میگذره، یه وقت به خودت میای میبینی هیچی عایدت نشده، گوساله به دنیا اومدی، گاو از این دنیا رفتی. شما لطف داری. به هر حال تو رو زلزله نهریشتری هم نمیتونه تکون بده. با دایی حرف زدم، قرار شده بری کارگاهش یه کاری برات دست و پا کنه. دایی کیه؟ دایی غلام. اشکال داره؟ ببخشید ولی فضولیه، شما با هم قهر نیستین. خواهر و برادر دعوا کنند، ابلهان باور کنند. منتظر فرصت خوب بودم که همین قضیه بیکاری بیاریه تو پیش اومد. دیگه این آژانس هم که نمیری که. اگه کسی رو دارین سوار خودم بشه چرا؟ خب من بعد دیگه برو کارگاه. به هر حال بعد 120 سال زبونم را اگه دایید سرشو گذاشت زمین، ایشالون کارگاهش به تو میرسه. کارگاه یعنی همون سوراخ موش دیگه. فعلا که کارگرش و کارگاهش هر دوتاشون جور همه. میری ها؟ به الان تو راه هم اصلا. اسماعیل جانم، بهرام در چه حاله؟ بهرام خواب همش، انقدر که تنبل و تنلشه. بمیرم برای بچم، انقدر که قیچی 100 تا 1 قاز میزنه کم خوابی گرفته. بچت؟ مامان بهرام پسر حبوته ها. باشه، چه فرقی میکنه؟ بهرام بچه حبومه، اما بس بچه خودم دوستش دارم. به به، آفرین آفرین. اسماعیل دیگه نمیگم به، میری کارگاه ها؟ چشم. چشمت بی بلا. حالا من گفتم چشم، ولی دفعه آخرتون باشه اینطوری با ما صحبت میکنید. 35 سالمه دیگه. اسماعیل. سیستم شنوایی گوهر خانم یک عادت عجیب داشت و اونم این بود که فقط باید کلمه چشم رو میشنید. چشم گوهر خانم، چشم گوهر خانم. و گوهر خانم برام این زندگی میکرد و گوهر خانم آرایشگاه داشت. البته ایشون هم آرایشگاه دارن ولی گوهر خانم نیستن. نخند نخند بدبخت. میگم نخند، کلی قرض داری بیچاره ای، اصلا
هیچی، نه پولی، نه چیزی. بعدم بلند شدی اومدی اینجا کار میکنی، سه تا دیپلم دادی پیش. بخند بخند دیگه، دیوونه ای اصلا، خود هیچی نفهمی مثل که نه با چسبه بذارم همچی تو پسر. مشتری. بله؟ خوش مشتری اومده. سلام. 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 چه خبر؟ خسته نباشید. خیلی ممنون. چهار دیگه. چهار. مطمئنی؟ فقط چهار. مثل دفعه قبل فشنش نکنی که خوشم نمیاد. نوا دیگه فشنو. خودتون چی میخواد؟ یکم موهاتون رو کوتاه بکنم؟ خیر. یه خورده قشن. خیلی ممنون. خیر. خیر. دایی. دایی. دایی غلام. دایی غلام. یا تو. How do you do, beautiful? قربونت برم. سلام. 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 قشنگه نه؟ نه. بعد پنج سال یه کار جوندار رو قص و قرص دار گیرم اومد. یه کار غیرقانونیه، اما این چینیه. اه این چینیه؟ نه قربونت برم، نه عزیز من، چینی خودمه. این از پوست و گوشت و استخونه واقعیه. من باش چت میکنم، اون با من ارتباط برقرار میکنه. چینی خودمو قربونت برم. منظورم اینه که از چین آوردنش. آه آه آه. بچه‌ها ببینم. ببینم. بچه‌ها. آه. یادم بنداز. من یکم رو صورت تو کار کنم. رو صورت من؟ یه خود کجی و معوجی داره. میدونی که من متخصص این کارم. آه بله. آجا. امروز صبح کله سحر، بعد چند سال گوهر به من زنگ زد. اولش فکر کردم که یه نفر مرده، بعدش دیدم تو فامیل غیر از من و گوهر کسی نیست که پاش لب گور باشه. پس یا گوهر مرده بود یا من. دایی غلام یکی از برداش سوخته بود، خود به خود میرفت رو سایلند. دایی جان. دایی جانم. چی میگفتم؟ یا گوهر مرده بود یا شما. نه عزیز من، گوهر پشت تلفن بود، داشت با من حرف میزد. یه خوبی وحشت برم داشت که نکنه من خودم مردم. خب چی شد؟ خب چی نشد، میبینی که به خیر گذشت. سرمونو گنده جلوت واسدم. گوهر به من گفتش که من تو اینجا، من تو اینجا. یعنی چی؟ به من گفت که من دست تو رو اینجا بند کنم. خدا عمرت بده. چی میگه عزیز من؟ من اینجا کار ندارم، من اینجا مگس میپرونم. منم همینو بهش گفتم. ده من اینو بهش نگفتم. مادرت که میشناسی که. راست میگی، راست میگی بابا. بعد منتظره که یه نقطه ضعف از آدم گیر بیاره تا آخر عمرش بزنه تو کلش. تو هم نمیخواد هیچی بهش بگی. نه بابا چیکار دونم. ما همش 24 ساعتم نشده که با هم آشتی کردیم. من بهش گفتم باشه. این که شما مگس میبینی. کار بیکار. یه دری به تخته بخوره یه کاری بیاد این تو، اونم هر پنج سال به پنج سال یه بار. باز انقدرش اگه هستی
تخمه میشه خب؟ نفهمیده آفتاب گردون یا ژاپنی؟ نه بابا، فقط آفتاب گردون، اصلا خود هم ژاپنی نیستم. ژاپنیش میشه، میشه هسته؟ یا پسرم، یا پسر گلم، به خانواده خوش اومدی. پسر گلم، شما استخدام از همین امروز، از همین لحظه استخدام رسمی. یعنی؟ یعنی هر وقت کار بود شما رسمن کار میکنی، هر وقت که کار نبود شما رسمن کار نمیکنی. خب، حالا که همچین گرمی و عرق فامیلیت درجهش زده بالا، اینو واسه من بردار ببر به این آدرس. چیکار کنم؟ چه کار کنم؟ اگه نمیخوای کار انجام بدی فقط برای خور بزنی بگی کار کو کار کو، خب این کار دیگه. یعنی چجوری ببرم؟ قربونت برم، تو جوونی، دو تا پا داری، کفش پاته، استخدام رسمی هم که هستی. بگو خدا رو شکر. خدا رو شکر چی؟ من به سن تو بودم پا برهنه رو میرفتم. یعیز من موازه باش جلدی برگرد تا زور نشده نارو با هم بزنیم، بعدشم فوتباله. بودو بینم اسماعیل. اسماعیل جان یه ماش از اون تخمت به من بده دیگه. چیکاره بشی تو؟ با تو هم میگم چیکاره میخوا بشه؟ چی میگم؟ نمیفهمی تو پس کرده نخوری؟ میگم میخوای چیکاره بشی تو؟ نمیگم بذارم یکی دیگه؟ دکتر جالبه دکتر آره، یه خط در میون یا میخوان دکتر یا خلبان یا مگه هیچ کنه تو نمیخواید آهشگر بشی؟ نه واقعا نمیخواید؟ نه با اون وقت آهشگر مگه چشه؟ چه نمیخواید؟ به خاطر اینکه تو نه پول داری، نه ماشین داری، هیچی نداری، فقط سر مردم رو کچل میکنی. من میخوام خلبان بشم. تو که میخواستی دکتر بشی الان؟ نظرم بس شد. وقت به خواب ببینی، خود خواب ببینی. آره راست میگی، من خواب باید ببینم. ماما بخوابم من خواب ببینم که یه چیزی شدم. آره راست میگی، حق دارید همتون. من اصلا الگوی خوبی نیستم، نه شما برای هیچکی، حتی برای خودم نیستم. اصلا یکی نیست که من بگه که بهرام داری تو اینجا چی کار میکنی؟ اصلا اینجا جای توه؟ اصلا چرا اومدم اینجا؟ تا الان بایستدم با این صورت کنم اونه که من برم برم بابا برم ببین گوش کن این چی دارم بهت میگم. من خودم سه تا دیپلم دارم، میفهمی؟ صافه نکن وقتی من حرف میدم گوش میکنی همه تو من. آره ببین من سه تا دیپلم دارم، ولی تو اصلا قیافت نشون میده به دیپلم نمیرسی که بخوای مثلا دیپلم ردی و اینجور چیزا بشی. تمام شد رفت. من با این سه تا دیپلم هم خودم میدونم باید چی کار بکنم، حالا بهتون میگم. این از این مارد کنیم. هیچ کدومتون اصلا آخ نمیتونید یه دونه دیپلم هم بگیرید، به دیپلم هم نمیرسید. اومد من رفتم سه تا دیپلم رو رفتم گرفتم، خب بچه چی؟ رفتم آشکاری یاد گرفتم و اومدم خدا کجا دارم کار میکنم؟ فقط سر بچه مدرسه یا بیام کچل کنم کش 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 بزنم که چی بشه؟ نخواستم اصلا میرم دیگم برایم بابا کتم یادم رفت، کتم یادم میره همیشه.
خدا مردم که تو هم همیشه همونجوری بگیر اونجا بخواب، اصلا هیچ کاری نباشه که من دارم چیکار میکنم. منو باش که امروز دم خونه کی دارم کجا ببخشید من اعصابم که خودم میده به هم چیز میشم همونجوری نمیدونم چی میگم اصلا. استاد زیاد عصبانی نشو. بابا من نصیحت نکن آقا، بابا چرا من نصیحت آدم بکنی؟ من گفتم معذرم شما نصیحت کن، اون من نصیحتم کنه، داداشم نصیحت کنه. بابا نمیخوام بخوای چگونه تا اینو نرفتم من. بیا اینم بسته، بهرام شد خسته، ما رفتیم به سلام دیگه نمیام. بابا رفت. در رو بزن آقا. جا نداره پر بابا جا. چی جا نداره؟ خب در پشت رو بزن، در پشت رو بزن. بابا حال نداره. برو بابا دو تا بیلیت میدم، دو تا بیلیت، خب بیلیتشو میدم. مثلا همیشه درست دقیقا، یعنی توی همون لحظه از زندگیم بود و خواهم گفتم که بابا دیگه همه چیز رو باید ول کنم، فقط من برم دنبال رویاهای خودم. یعنی خب آدم با رویاهای زنده است دیگه، میفهمی چی میگم؟ نصف ساندویچ تو میدی به من؟ و گفتم که توی این لحظه بزرگ زندگیت برو قشنگ به خودت بگو بابا برام پاش پاشو تو باید راه بیفتی بری دنبال این که بشی مثلا الگوی بچه های اسماعیل و اسماعیل برادرمه. خب البته زن نداره هنوزا، خب یعنی زن داشت ولی خب زنش چیز باش دیگه از این چیزا بهش کنم. نصف ساندویچ تو میدی به من؟ ببین البته این اسماعیلی که من میشناسم خب زن بازم میگیره، میده زن میگیره بعد من خب زنم که بگیره دیگه بچه و اینا همه به راه میاد و بعد اون وقت من میشم عمو بهرام، عمو بهرام، عمو بهرام. و اصلا خدا چی دیم اصلا شاید یه روز رسید من خودم شدم بابا. چه خبر بابا؟ میفهمی اصلا اینا یعنی چی؟ گشنمه. بعد گفتم که بابا تو که شدی قشم الگوی بچه ها میشی، الگوی بچه های اینجا میشی، بچه های قشم دنیا. بعد اون وقت بچه ها میان بهم میگن که بهرام توانا، آرشگر دانا، بهرام دانا، آرشگر دانا، همه چی میگن. تازه بچه های جهانی نمیگن، اونا میگن بهرام باربر، باربر باربر. و همیشه هم باربر رو یه مغازه قشم بزرگ بزرگ میدم ببخشید و مغازه بزرگ صندلی‌ها می‌چینم، همه مو بولم یه اونجا می‌چینم، کش 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 کش، من مو رو می‌ذارم. اوه چی میشه آخه؟ من 102 روش کوتاهی مو بلدم، قشنگ بعد سه تا هم مدرک آرایشگری قشنگ می‌ذارم اونجا. و اصلا می‌فهمی این چیزا یعنی چی؟ نصف ساندویچ تو بده به من. اصلا گوش کردی من به چی گفتم؟ نصف ساندویچ تو بده به من. خاک تو سرت که همه رویاها همین نصف ساندویچ منه. یا بگی بخواب بابا. همین کثیف شدی اصلا، دندوناتو مسواک بزن قشنگ بخوری نمیری.
نمیشه.